دوستان نهایت گرامی، آنچه که مستحضر هستید، این فاز اول بند گلی که تحت نام شورای غوله انگوری فاز اولشان به اکمال رسیده به سرپرستی محترم آقای اسماعیل حیدری و فاز دومشان را با امید خداوند بزرگ و با همکاری برادران خیر و برادران حاضر انشاءالله امروز این برنامه را افتتاح میکنیم و انشاءالله دو سال برای تکمیلی و اکمال از این بند در نظر گرفته شده. امیدواریم که قبل از دو سال انشاءالله به پایه اکمال برسد و بعد رابطه به تأسیس و افتتاح این برنامه بیشتر صحبت ها را واگذار میکنیم به جناب محترم آقای عاقلی که صحبت های را با متخصصین و انجینران متخصص سدسازی انجام داده و دیزاین نمودن. یک سال این مطالعه انجام گرفته تا مورد تایید همه آنها قرار گرفته و امروز و جزئیاتشان را خدمت شما تقدیم میکنند و از محترم آقای عاقلی خواهشمندیم تشریف بیارن جزئیاتی این فاز دوم بند را خدمت حاضرین محترم تقدیم نمایم تا آمدنشان بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما خوبان، شمایی که امروز با تمام مشغله و گرفتارهایتان امروز زحمت کشیدین و تشریف آوردین و همچنان خیر مقدم عرض میکنم حضور ابرمرد جوهری آقای اخلاصی، نمونه ای از فداکاری، نمونه ای از ایثار، نمونه ای از سازندگی که واقعا توانسته در پاتو یک تحول عظیمی را به وجود بیاره، چی در بخش تعلیم و تربیت، چی در بخش سازندگی. یکی از گلگوهای خوبی ما هستند که من آرزوی سلامتی دارم انشالله که همیشه تنشان سالم باشند. و همچنان خیر مقدم عرض میکنم حضور رسانه های گرامی را که امروز از دور و نزدیک تشریف آورده تا شاهد یک خلاقیت و یک ابتکار نوی در بخش سازندگی در جاغوری زیبا باشیم. خیلی زیاد وقتتان نمیگیرم، میخواییم تشکر بکنم از شما عزیزانی که تشریف آوردین و همچنان یک تشکری ویژه بکنم از کسانی که در فاز اولی بند واقعا جانانه ایستادند و به خصوص از آقای اسماعیل حیدری که به عنوان پیمانکار این پروژه، یعنی پیمانکار این پروژه که شورای قریه چنبر قله بود، این پروژه را تا حدی که اینا مسئولیت داشتند بسیار به نحو احسن پیش بردند و آنچه که از حیطه مسئولیت اینا خارج هست و خارج بود، حال دست ما و شما را میخواید، دست یاری ما و شما را میخواید که ما و شما رو از او تحقیر کنیم. انشالله ای با فاز دومی را به پایه اکمال برسانیم. دوستان گرامی، مردم شریفی که از زینف ای آب و ای بند هستند، انگوری را اگر بشماریم بیش از 1600 خانه انشالله را مستفید شونده از این بند خواهد بود که این 1600 خانه، چنانچه که این بند فاز دوم از به ارتفاع دلخواه که ما بین 12 تا 14 متر در نظر گرفتیم برسن، انشالله ما تمام جویهای انگوری را، تمام فضای انگوری را میتونیم سرسبز داشته باشیم و جوها را میتونیم پر داشته باشیم. دو اصل مهم را ما میتونیم در این بخش عنوان کنیم که او قابل اهمیت است. موضوع اول این است که ما در شرایط بحرانی و کنونی که همه بیکارند، ما میتونیم برای یک قشری از جوانان خود، از مردم خود، ما میتونیم ایجاد اشتغال بکنیم. به جای که ببریم یک بودجه‌دار در خانهشان تحویل بدیم، ما میتونیم زمینه کار فراهم کنیم. موضوع دومش، همه عزیزان میتونن مستفید شونده آبی باشه و ما میتونیم یک فضای بسیار زیبا را در منطقه داشته باشیم و همچنان یک حاصل بسیار خوبی را ما میتونیم داشته باشیم، چنانچه که برای همه هوایداست، معلوم است و آشکار شده. در طول یک سالی که دو سالی که این بند پر بوده،
روی چاهای ما شما تأثیر 100% گذاشته، روی کارزای ما تأثیر گذاشته. امیال اگر سر از این تپه ها به سمت انگوری نگاه بکنیم، بیش از 80% زمین های انگوری سرسبز است. اما این بسنده نیست، انشالله سال آینده ما بتونیم به 100% زمین های مزروعی انگوری یا هر نقاطی که تحت پوشش این بند هست ما برسیم و یک کمپاین نهالچانی را انشالله از بهار در سر همه جوی ها، چی نهال های مسمیر و چی غیر مسمیر، ما کمپاین داشته باشیم که نهال ها در قسمت زر شود و کاشته شود. ما بار دیگر حضور شما را در این برنامه خیر مقدم عرض می کنم و یادآور می شوم که طول یک سال، بیشتر از یک سال میشه، یعنی از زمان از پارسال تابستان با تقریبا این حدود 1.5 سال میشه که ما زمانی که بند تکمیل شد که ما آمدیم دیدیم با دوستان گفتیم که این بند نواقص های خود داره، نه که نواقص از پیمانکار باشه بلکه در دیزاین مشکل بوده. مثلا او بازوها تمی حد دم زر گرفته شده، بازوها به تپه ها وصل نشده. این بند اگر خدای نخواسته ما زود اقدام نکنیم، این بند با مشکل مواجه خواهد شد. لذا از همین خاطر تصمیم گرفته شد، روی طرح‌ها کار شد، با متخصصین مشوره شده، با همه موارد حال تمام نکات ها و جزئیاتش آماده کار شدن. انشاءالله دست یاری شما رو ما خواهان استیم که بتانیم این برنامه رو شروع کنیم و در 2 سال این فاز دومش هم انشاءالله تکمیل شود. خب ما فعلا با زهار کار میکنیم، خودی بنده ما دست نمیزنیم تا اینکه ترما کل زارعین ما بتانه، دهقین ما بتانه از برنامه های خود استفاده کنه، از آب استفاده کنه. از او بعد انشاءالله ما در ترما بند پشتش هم کار میکنیم، فعلا روی بازوها کار میکنیم. و حال من بیشتر وقتا نمیگرم، از دوستانی که از آقای اخلاصی خواهش مندیم که بیاین از تجارب خود که در پاتو نسبت سازندگی، نسبت همدلی، نسبت همبستگی داره صحبتهای خود داشته باشه و ما را مستفید بسازه. بازم خیر مقدم از میکنم خدمت همه مهمانان. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. ابتدا بسیار خوشحالیم که در جمع صمیمی عزیزانمان قرار داریم که آستین همت بالا زدند و کمر بستند تا یک گوشه از سرزمین زیبای جاغوری را آباد نمایند. یک حرکت بسیار عالی است و وقتی حرکت ها صورت بگیره توسط مردم پاکتینت خدا هم برکت میکنه و انشاءالله دست از او مردم را میگیره و کامیاب دنیا و آخرتشان خواهند ساخت. دوستان گرامی، مسئله اهمیت مهار آب و سدسازی شاید برای هیچ کسی نباشه که گنگ مانده باشه. همه باور داریم که به هر جا آب است همانجا نان است، به هر جا آب است همانجا آبادی است، به هر جا آب است همانجا عزت و وقار و شرف است. بخوایم دو را داریم دوستا، یا بریم از منطقه یا بمانیم. اگر هر کس رفتنی باشه خود کس رایش گرفته نمیده. اگر بخوایم بمانیم و در حال بمانیم که گشنه نمانیم، تشنه نمانیم، دست گدایی پیش کس دراز نکنیم، رایش است که برای سرسبزی محیط، برای آبادانی محیط، برای اینکه خوب زندگی بکنیم، محیط و منطقه ما سرسبز و زیبا و آباد باشد، باید دست خود را یکی کنیم و کار بکنیم. و چه کار خوبتر ای که مرکز ساخته شود، اونج مهار شود آبهای ما. آب چیزی ساده نیست دوستا، اینج 4-5 متر یا مثلا 6-7 متر آب استاد نیست، اینج 6-7 متر خیر استاد است و برکت استاد است و لطف خدا، رحمت خدا استاد است. و شما در حقیقت با کلان کردن بند اما قسمی که دوستان میخواییم میگه جیب خورا چکو کدن، میخواییم که بیشتر مورد رحمت خدا قرار بگیریم، بیشتر منطقه ما سرسبز شود، بیشتر منطقه ما و شما آباد شود.
ما را استاد عاقلی گفتند که تجربیات خود را با شما بگویم درباره اهمیت همین نکته بس و شما ما فکر میکنم عزیزان ما در اینجا سردمداران سازندگی در جاغوری هستند و پدر کلانای ما قصه میکنه که یک زمان مردم در جاغوری اصلا یه علاقمند کشت و زراعت و تگبا نبود. یک قهرمان در جاغوری پیدا شد، در انگوری اینجا می نشست، او بزرگوار و بزرگمرد به نام شیخ لالای بود. او مردم را توصیه کرد و نصیحت کرد که باید از زمین استفاده صورت بگیرد، باید درخت های مثمر و غیر مثمر بشانیم. او یک نابغه بوده، ما خب او توفیق نیافتیم که او را ببینیم، منتها از زبان شاگردایش صحبت های بسیار را شنیدیم که ای کاش عزیزای قلم به دست ما بیشتر تحقیق بکنه و یک کتاب راجع به شاهکاری آن بزرگمرد بنویسه و وارد بازار کتاب بکنه. خب گذشته های ما بسیار نیکنام بودن و بسیار خیرخوا بودن و کار کردن، ما و شما با عزت زیستیم و حال وقت وقت ما و شماست، عصر عصر ما و شماست. آینده ها قضاوت خواهد کرد که این نسل در این عصر چی کار کردن برای ما و شما. ما هم امروز که آمدیم در این طور شرایط بد و بحرانی و که بیماری ها سخت تهدید کننده هستند، با آن هم به خاطر انجام یک کار خیر گرده هم آمدیم. ما دوستا فکر میکنم دو سه نکته بسیار مهمه. در قدم اول باور کن از پول و از بودجه و از حمایت مؤسسه و دولت و همه که مهمتر یک چیزی است به نام اتحاد، به نام هماهنگی، به نام همبستگی. وقتی که یک ملت دیست خوره یک کنه دیگه اونمون ملت خودش برای خود دولت، خودش برای خود حکومت. با یک شدون دیست ها کارهای غیر ممکن ممکن میشه. در قد سنگای پاتو شما شاید دوستا خبر باشین، باور کن که هر جا نام پاتو گرفتم شد فقر و بیچارگی و محرومیت هم با نام از این منطقه گره خورده بود. تقریبا 20 ساله که فعالیت های مستمر فرهنگی ادامه داره برای از اینکه پیش از سازندگی محیطی، سازندگی فکری، روحی و عقیدتی مردم مهمتر هستند. بازسازی فکری مقدم بر بازسازی اجتماعی است. پیش از اینکه یک منطقه آباد شود باید فکر یک منطقه، فکر یک مردم آباد شود. شما شاید خبر باشین امروزا برنامه ملی میثاق شهروندی میخواهد کارهای را، ساخت و سازهای را داشته باشه. بدبختانه به خاطر ظرفیت کمی که در بین مردم ما و شما هستن، یک دیگر به عنوان رئیس تحمل نمیتنن، یک دیگر به عنوان معاون و منشی و خزانه دار تحمل نمیتنن. پروژه 20 لک افغانی و 25 لک افغانی و 30 لک افغانی ما و شما اما قسمی به سرنوشت میشن و گفته میشن یا من رئیس یا هیچ کس رئیس. اگه این کار شد در فلانی منطقه شد، اگه در فلان جای دیگه شد، دیگه تا 100 سال دیگه خدا نزدیک از مون نیره. ایتر نبه. وقتی که یک مردم فکر ساخته شد، اونا میگه که آباد هر کی گشت من آباد میشم، آزاد هر کی گشت من آزاد میشم. یک گوشه جاغوری آباد شوه ولو این که ما از او یک گندم نصیبیم نشوه. اونمو مردم عزتمندی که در فلانی قریه سیر شوه، ما در اینجا در فلان قریه بالاتر از او سیر است. لذایان عزیزای محترم، انشالله ما در این قسمت امیدوار هستم که در قدم اول انشاءالله عزیزان ما واقعا با نیت پاک و با دنیای از صمیمیت و محبت و خوبت کوشش میکنه که برای رضای خدا و برای رضایت خلق الله و برای آبادانی محیط انشاءالله اقدام بکنن و اقدام جانانه بکنن. ما یک ملا هستم در یک منطقه سر پاتو وظیفه داریم، هم خود می کار کردیم هم دیگر را خواستیم که می کار کنند. گفتیم دوستای امسال که به خاطر مریضی ها ما و شما از قرآن خوانی باید صرف نظر کنیم، امسال نش از فاتحه خوانی صرف نظر کنیم، امسال نش از مصرف های دیگر و ختم کبیر و ختم صغیر و اینا صرف نظر کنیم. لذایا که خب خیره که در اون موارد مصرف نشود، اینوی پولا را جمع مونیم بخیره
در یک جای جمع‌آوری مونیم و از این طریق یک کار بسیار بنیادی و حیاتی انشاءالله در منطقه انجام میدیم. عزیزای مو اینجا علمای بزرگوار هستن، آقای دولت‌شاهی صاحب از این هستن، باقی دوستا هستن. باور کنید که اینا هم باور دارن که اگر ممکن ما نان مونیم یک بار کار یک بار مصرف میشن، ولی وقتی که او 15,000 افغانی که قرار بود صرف قرآن خوانیش نن، قراره که اینجا آباد شوه، این نه تنها این نسل، نسل در نسل خیرش، ثوابش، برکتش برای ما و برای نسل ما و شما میرسه. لذا این که دوستان گرامی باور کنید که خیلی زیاد گدایی و گداگری را، این خوی پلید را بهتره که ریشه کن شوه. منتظر بمانیم که کی میا بخشیز مو کار مونه، کدام انجینر، کدام نهاد میا بخشیز مو کار کنن. باور کن که اگر ما و شما انشاءالله با هم باشیم، میتونیم که فعلا مگسته 4 بند در جاغوری آباد شده، ما میتونیم در 10 سال آینده اگر پول ها مدیریت شنه، اگر دست از کارشکنی ها برداریم، اگر واقعا جور بازوی همدیگر باشیم، او زمان با امید خدا جاغوری روز را شاهد باشه که دیگه یک موتر گندم وارداتی در منطقه نداشته باشه. حاصلات زراعتی و حاصلات ارزی مردم چنان باشه که نه تنها کفاف مردم جاغوری رو بکنن، بلکه سرازیر بکنن به بازارهای دیگه. در آخر ما انشاءالله آرزومند از این هستم که در زودترین فرصت من یکی از اشتراک کننده های جشن باشکوه افتتاح افتخارمندانه و عزتمندانه بند گلی انگوری باشیم. با دسته های گل و با دنیای از محبت و عشق و مهر و محبت و ارادت به مردم باشهامت شما اینجی باشم و او روز را از خدا خواستیم انشاءالله. با امید آبادانی، سرسبزی، با امید اینکه هزاره ملت آزاد باید، همه ویرانش آباد باید. هر آن کس پیشه کرده ظلم و بیداد، به دنیا هستیش برباد باید. موفق باشین دوستان، خدا نگهدارتون.